دیوانه نیستن که تو قبض بنویسن 1000 تومن. تو سر به هوایی کردی، دستت خورده شیر گاز، باز شده اینطوری شده. نه خیرم، من خیلی هم حواسم جمعه. تو اینقدر پتو میپیچی تو خودت، نمیتونی درست راه بری، میخوری به در و دیوار، گاز باز میشه. اون پتو رو بپیچ دورت، انرژی هدر نده. جناب مدیری ببخشین، احیانا قبض گاز ما با قبض گاز شما اشتباه نشده؟ فکر نمی کنم. آخه ما تو مصرف گاز خیلی داریم صرفه‌جویی میکنیم، اصلا پتو میپیچیم که بخاری روشن نکنیم، بازم قبض گازمون اومده 1000 تومن. 1000 تومن که اصلا آبونمانه، یعنی هرچی کم مصرف کنید باز 1000 تومن نمیاد. چی کار کنیم آبونمان نیاد؟ به علامک سرده رو بکنیم درست میشه؟ آره. بعد خب بدون گاز مثلا پخت و پز و اینا رو چی کار میکنیم؟ نه دیگه مدیری، هر کاری یه راهکاری داره دیگه. اصلا هیچ مشکلی، ما تو خونمون خب هیچ انرژی مصرف نمی کنیم. آب، برق، گاز، تلفن همه تعطیلن. آره. یه دونه قیمت داشته باشی غم نداری که غذا رو میریزی تو قابلمه میذاری رو گاز. آره. قیمت میاد زیرش رو ها میکنه، اون غذا قل و قل میزنه. آره. میپزه. آره آره، با ها غذا میپزه. آره آره آره، فقط بستگی به آبش داره، آب رو باید کم بگیریم که خوب زود جوش بیاد، وگرنه پوستت پاره میشه تا جوش بیاد. خدا برکت بده. چیزی هم که زیاد آب، صبح به صبح چک میکنیم کجا لوله ترکیده، دبه ور میداریم میریم آب پر میکنیم برمیگردیم. خدا رو شکر سمت ما خوب لوله میترکه. سمت بابا مینا افتضاحه، از پیرارسال که یه لوله ترکیده دیگه نترکیده تا الان، خیلی بده. خیلی بد اینجوری زندگی کردن سخت نیست براتون؟ خدا زنده نگه داره شما را. آره آره، سختیش فقط موقعهایی که ماشینتون نیست. آره. میشه خواهش کنم بیشتر بمونی؟ آره بیشتر بمون. راست میگه، دیشب میخواست یه دونه سوزن نخونه، از بس تاریک بود نتونست. آره اذیت شد. آره. چه ربطی به من داره؟ مگه برق ندارین؟ خب ندیگه، کنتور برقو کندی. آره. از سر باتری ماشین شما یه دونه سیم کشیدیم آوردیم تا تو. آره میگه حالا قربون دستت، الان که اینجایی برو دوتا پرگاز بده که این بتونه سوزنشو نخ کنه، دست در نکنه. خب اگه من نباشم اون وقت چی کار میکنی؟ خب زنگ میزنیم بهتون، فقط خواهش میکنم در دسترس باشیم. چی رو زنگ میزنیم؟ چی رو در دسترس باشه؟ مگه من سر گشت نشستم که پول تلفن بدم؟ مگه من به زنگ افتم؟ زنگ میزنیم الو الو میکنیم، یعنی صدا نمیاد، قطع میکنیم خودش زنگ بزنه. بذار پول تلفن خودش بده، بده خودش بده. چی رو زنگ میزنیم الو الو میکنیم قطع میکنه؟ خب زنگ بزنیم الو 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 کنیم قطع کنیم، پول میافته، قرار شد میس بندازیم که فکر کنه ما زنگ زدیم بعد اون خودش به زنگ راست میگه. مدیری چرا هر وقت من زنگ میزنم زود جواب میدی؟ میدونم حالا اسم من رو گوشی میبینی هول میشی، دست و باتو گم میکنی، ولی زود جواب نده خواهشم. یه وقت من خواستم میس بندازم، چی این گوشی راه برا دستته تا تک زنگ میخوره سری وصل میکنی؟ نکنی. چشم، امر دیگه ای نداری؟ نه یه بویی میاد، بویی نمیاد. خاک به سرم. لوبیا پلم ته گرفت. گفتم زیاد ها نکنی، این لوبیا زود پزه ته میگیره. واقعا؟ آره چکار کنی؟ پاشو بری پمپ بنزین بزنی. چه ربطی به بنزین داره؟ ها؟ این چه ربطی به بنزین داره؟ ما اینجوریم، یه اتفاق بد که میفته همه میریم سمت پمپ بنزین. همه این کاره، همه شون رفتن که میگن. آها دری بریم. آره بریم. ها بریم. آره بریم. الان تگرفت، الان همه تگرفته ها جمع شدن تو پمپ بنزین. آره. عقب میمونیم بی خیال قبض از این وقت. آره آره برو برو بیا.
موس این چه وضعیه؟ درست بشین. چرا درست بشینم؟ خیالم راحت مدیری، راحت شلکس کردم، شل کردم، دارم ریلکس میکنم. تو هم راحت باش، همونجا دراز بکش، همه خودی هن. آره چطور یهو اینقدر خیالت راحت شد؟ راحت هم چون نفت داریم، میفهمی؟ نفت داریم. تو هم بی خودی خودتو زحمت نده، دور همی رو تعطیل کن، برو خونت، از پول نفت استفاده کن. پاشو جمع کن، اون نفتم به همین زودی تموم میشه. پاشو تموم میشه بشون، بازم جای نگرانی نیست، اصلا جای نگرانی نیست، خیالت راحت باشه. تو تا حالا چیزی به اسم درآمدهای غیر نفتی شنیدی؟ نه، فقط تو شنیدی. دوباره یه چیزی گفتی، من مجبور شم که این عینکمو بزنم برای توضیح بدم. آخ این عینکم هم کج شده. میگم مدیری میشه عینک اون دوست خجالتیمونو به هم بدی؟ کدوم؟ همون که عینکشو داد موزه دور همی. عینکش خیلی چشمو گرفته، اونو بدش ببر. نه اون برای موزه است. نه دیگه مدیریه. آخرش که من ازت میگیرم که. خیلی خوب، اشکال نداره. ببین مدیری جان، بذار اینم بذارم اینجا که بتونم خوب توضیح بدم. ببین مدیری جان، ما وقتی نفتمون تموم بشه اصلا جای نگرانی نیست، خیلی راحت میتونیم عرقیجات رو جایگزین نفت کنیم. کاسنی نعنا خارشتر. عرقیجات بنز نفت مشتری نداره. چرا؟ داره مدیری، داره. همونایی که از همون نفت خریدن به زودی محتاج عرق نعنا میشه. بیشتر توضیح بدیم؟ چشم، بیشترم توضیح میدم. ببین ما همه نفتمون رو خام فروشی کردیم، هر چیز خامی هم که مصرف کنن دلپیچه میگیرن، واسه عرق نعناش دوباره میان سراغ خودمون. اون وقت ما میتونیم عرق نعنای برنت دریای شمالو بشکه 1500 دلار ببندیم به نافشون. حواست باشه این طرحت به گوش اوپک نرسه، میدزدنت. مسخره میکنی ها؟ مدیری در جهان 2 میلیارد نفر درگیر نفخن، ما باید در راستای سیاست نفخ به جای نفت حرکت کنیم. کنفرانستون تموم شد؟ نه من هنوز دارم غصه تموم شدن نفت تو تای چشای تو میبینم. میخوای بسپرم یه زلزله بیاد سقف اینجا رو سر هممون خراب شه؟ بیاد. چه ربطی به نفت داره؟ ربط داره، هممون با هم میریم اون پایین، بعد 400 سال همین جمع تبدیل میشیم به چند تا بشکه نفت معمولی، فقط اون یه تیکه که تو نشستی قیمت نفتش بالاتره، اون یه تیکه میشه نفت سوپر قیمتش بالاتره. تو واقعا به این چیزا فکر میکنی؟ من همش دغدغه‌های فکری من ایناست، همش دغدغه‌های نفتی دارم. ولی اصلا نگران نباشی، خیالت راحت بشه. تهش هیچی نداشته باشیم، میریم در صندوقا رو وا میکنیم، صندوقا پر پوله. کدوم صندوقا؟ صندوق ذخایر ارزی، صندوق فرهنگیان، صندوق حمایت از بازنشستگان. آره صندوق زیاده، تو اصلا نگران نباش. آره خیلی محظوظ شدیم، بفرمایید. یعنی اونا هم خالیه؟ خب اگه صندوق خالی بود دیگه چاره ای نداریم، باید از کیسه درآمدزایی غیر نفتی خرج کنیم، هیچ راهی نداره. اون چیه؟ اون چیه؟ اون اینه. Yeah.
این کیسه درآمدزایی غیر نفتیه. ببینم چراغ اول غیر نفتی رو کی روشن میکنه. مدیر میخواد خودت روشن. بفرمایید. خواهرم. برای